بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. خالصانه ترین سلام ها تقدیم شما بزرگواران و عزیزان بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. با برنامه باغ بهشت دیگری در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته آغاز کردیم بحث مهم و پایه‌ای اذان و اقامه رو و درباره این صحبت شد که آیا اشهد ان علی ولی الله جزء اذان هست یا جزء مستحبی اذانه، که حاج آقا فرمودند به فتوای حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی جزء اساسی اذانه و اقامه است. برنامه را آغاز می کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب بزرگواران بیننده در خدمت جناب استاد فدایی هستیم. حاج آقا عرض سلام دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بر شما و بر همه بینندگان عزیز. حاج آقا در جلسه گذشته بحث اذان و اقامه رو آغاز کردیم و من یک سوالی از شما پرسیدم که در ذهن هر شیعه و سنی این سوال هست که آیا اشهد ان علی ولی الله جزء اذان هست یا نیست، یا مستحبه یا واجبه، که شما فرمودید به فتوای آیت الله العظما سید صادق شیرازی این جمله جزء اساسی اذان هست به سه دلیل، که اون سه دلیل رو میخواستم امروز به صورت خلاصه وار یک بار دیگه بیان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بله، عرض شد که اذان شعار اسلامه و اصلا کشورهایی که غیر مسلمان هستن حتی گاهی وقتا با ما تماس میگیرن و نامه میدن، میگن که ما اصلا دلمون تنگ شده برای اینکه صدای اذان را بشنویم. اون شعار اسلامه که اگر یک کشوری که اسلام به اونجا نرسیده این شعار را ندارن، لذا مسلمانایی که اونجا هستن سکونت دارن اینا واقعا در عذاب و رنجن که صدای اذان رو نمیشنون. اصلا صدای اذان آرامش بخش اگر دقت کرده باشه. بله، اضافه هم بکنم که حتی از لحاظ صدای بلند بودن از لحاظ شرعی جایز نیست انسان صدای بلند را بیش از اندازه خودش بگذاره که دیگران به گوش دیگران برسه. این نه فقط شرعاً جایز نیست بلکه یک بیادبی هست، یعنی حتی عرف غیر مسلمان بیادبی میدونه که انسان مثلا صدای موسیقیشو صداش بلند میکنه یا تو بلنگو میذاره، خیلی زشته برای اون شخصیتی که این کارو میکنه، یک کسر شأنه.
بله، یعنی حتی از غیر مسلمان هم به شما میگه که شما حق نداری که صدایی که تو دوست داری اونو بلندتر از گوش خودت قرار بدی. بنابراین اما نسبت به اذان بارها سوال شده از حضرت آیت الله العظمى حاجی حسین صادق شیرازی که مثلا صدای اذان بلند اذان صبح، اذان صبح مثلا ما اذیت میشیم. آقا میگن نه، اندازه نماز، اندازه اذان، چون اذان یک شعار اسلامی هست و آرام بخشه و کسی که بگه من از صدای اذان اذیت میشم این دیگه هیچ معنویتی نداره. نه، این دیگه یعنی جفا کرده به خودش، چون این خیلی آرام بخشه. میخوام بگم یعنی صدای بلند رو شرعاً اجازه نمیدن فقها، اما صدای اذان رو میگن بذار بلند باشه. لذا ما الان میگیم انشاءالله که ما دو نوع اذان داریم. یک نوع اذان اعلام بهش میگن، برای اعلام به مسلمان ها که وقت نماز شده. یک اذانی داریم به نام اذان اعوام که انشاءالله اینا بهش میرسیم. خلاصه اون چه که درباره اشهد و ان علی ولی الله عرض کردیم، خلاصش اینه که ادله که دلیل اول آیات قرآن بود که خدای متعال اصلا امیر المؤمنین نفس پیغمبر معرفی کردن. چطور میشه جای پیغمبر رو بگیم نفسش رو نیاریم همراهش؟ دو اینکه آیات دیگری هست که مثل آیه 55 سوره مائده که عرض شد خدا مباشرتاً یعنی بعد از پیغمبر خودش فوری اسم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میاره که به کنایه الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة با کنایه گفته و امر کرده اطیع الله و اطیع این این دلیل اول که آیات قرآن و آیات دیگری که فراون هست. دلیل دوم روایاتی بود که ما هر جا میریم و هر جا روایاتی میبینیم که خدای متعال آفرینشی داشته، رو اون آفرینش نقش لا اله الا الله اگر بوده، محمد رسول الله اگر بوده، حتما علی امیر المؤمنین هم هست. حتی درهای بهش، حتی زمین و آسمون، حتی پیشانی اسرافیل و حتی دوبال حضرت جبرائیل، اینا این نقشه لا اله الا الله محمد رسول علی امیرالمؤمنین داره و روایات بسیاره. چطور میشه همه جا باشه ولی تو اذان نباشه؟ این دو دلیل. دلیل سوممون دلیلیه که خود ببینید قرآن میگه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، الله و رسول پیدان، اما الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة خدا به کنایه بود، نگفت علی، چون اگه میگفت علی اسلام رو ریشه‌کن میکردن دشمنای اسلام. از حکمت اسلام، از حکمت رسول خداست که جبرائیل هم که میاره از آسمون میاره اذان را. حتما آقا امیر المؤمنین شهادت به ولایتشون جزء اذانه، اما اون وقت صلاح نبوده بیان کنن، چون اگر بیان می کردن حتما اصلا ریشه اسلام رو می زدن، اصلا می گفتن اسلام نیست. وقتی پیغمبر می خواد برای اینکه امیر المؤمنین رو ثابت کنن بعد از خودشون، این همه خطبه، این همه بیان، اما خواستن کتابت بشه، نوشته بشه، نوشته بشه. اگه نوشته میشد دیگه نمیشد کارش کرد. اما اون چه حرفی زد؟ یه حرفی زد که از ریشه زد، یعنی خدا و قرآن و همه رو باطل کرد که میگه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر از خودش چیزی نمیگه، وحیه. اون میگه، اون هزیان میگه، نعوذ بالله، که دکتر پاک نژاد در اون کتابش و کتاب زیبای دوره‌ای سلسله کتابی داره به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، در یکی از اون سلسله ها به نام کتابش به نام مظلومی گمشده در سقیفه، در اونجا آورده که ما به دکترهای روانشناس غیر مسلمان دادیم که آقا به نظر شما اگر یک شخصی
هنگام مردنش بگه برام کاغذ قلم بیارید که براتون چیزی بنویسم. حالا اون شخص خیلی عادی باشه، یک شخصیتی هم نباشه. بله، این شخصی که اینجوری در دم مرگ بگه من واسم کاغذ و قلم بیارید براتون چیزی مطلبی بنویسم، میگفت به خیلی از دکترای روانشناس غیر مسلمان دادیم، گفتیم این چجور آدمیه؟ گفتن کسی که تشخیص بده هنگام مرگش، تشخیص بده که قلم برای نوشتن، کاغذ برای نوشتن، این در کامل وعی هست و عقلش کامل کامله. وقت اون در میاد میگه که این حزیان میگه، یعنی ببینید تا دیدن میخواد امیرالمومنین رو ورق بیاد بیخ زدن که پیغمبر دیگه ننوشت، که اگه منوشت دیگه ریشه رو میزدن، اصلا میگفتن اسلام نیست، اصلا پیغمبر دروغه، اسلام دروغه، همه رو میزدن بخاطر منافع خودش. واقعا اینجور بوده، لذا پیغمبر ننوشتن. و جالب اینه که خدا عامه هم نوشتن که اون دومی حرف زد به پیغمبر، نعوذ بالله، این جسارت بزرگ کرد. وقت ببینیم این حکمت اسلام نیست که حکمت پیغمبر نیست که تأیید میکنه ابو ذر و سلمان رو که میگن اشهد ان لا اله الا الله، اما خود حضرت اینا علنی نمیگن. چرا؟ چون اسلام رو میبردن. لذا الان که الحمدلله، لذا یعنی یک فقیه، یک مجتهدی که واقعا تحقیق میکنه راستی به این نتیجه میرسه که اشهد ان لا اله الا الله جزء اذانه، جزء اساسی اذان هست، ولی به خاطر اون به حساب شدت و سختی که در اون زمان بود که خدای متعال در قرآن تقیه کرده اسم امیرالمومنین نمیاره ولی یک بار، اسم به خاطر مصلحتی که به خاطر مصلحت که اسلام از بین نره. اما الحمدلله الان که دنیا دنیای آزادی فکر و اندیشه است، آزادی بیانه، چرا شیعه ها کوتاه بیان؟ چرا مثلا علمای ما، بزرگای ما واقعا اینا به حساب، یعنی حتما بایستی این چیز را بررسی جدید بکنن، برسن به نتیجه، برسن به اینکه این جزء اذانه و اعلام بکنن این جزء اذانه. حتی مخالفین ما بایست این را یعنی بهشون برسونیم که قبول کنن. واقعا خیلی مهمه، این ظلمی است در حق مولا امیرالمومنین، ظلمی در حق خود ماست، خود بشریته. چون بشریت وقتی از آقا امیرالمومنین فاصله گرفت، معناش ترور میاد، معناش ظلم میاد، معناش این که الان ببینید الان جهان روی طلا زندگی میکنه، کل دنیا روی طلای سیاه، طلای قرمز، طلای سیاه، طلای قرمز، همه میبینید شو غالب مردم بیچارن، غالب مردم فقیرن. چرا اینه؟ این مال همینه که آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و فرهنگ حضرت این کنار رفته، اینو کنار زدن، همون فرهنگ اون اولی و دومی که غارت و ترور و غصب حق اهل حق است و سوء توزیع، و الان اینجوری مشکلات شده. و الا چرا بشری که به حساب الان زندگی میکنه روی طلاهای سیاه، طلاهای قرمز زندگی میکنه، ولی غالبا فقیر، غالبا بیچاره، غالبا ندار. واقعا اینا جنایتیه که فاصله آقا امیرالمومنین را کنار گذاشتن، فاصله که دنیا از تعالیم اهل بیت فاصله گرفتن. حاجی در تاریخ هست که حضرت 4 سال حکومت کردن و تاریخ اعتراف میکنه که تو این 4 سال زمین 4 سال رنگ آرامش به خودش گرفت، و اگر حضرت امیر رو خونه نشین نمی کردن و امروز پیروش بودن، همون آرامش حفظ می شد و تا به امروز به ما می رسید. احسنتم آقا، می خواستم ازتون اجازه بگیرم یک فاصله بگیریم، برگردیم ادامه این بحث زیبا رو در خدمتتون باشیم. از اهل بیت علیهم السلام روایت هست که در خانه هاتان اذان بگویید زیرا شیطان را از خانه دور می کند.
خب بزرگواران بیننده، با بحث اذان و اقامه و اهمیت اون در خدمت شما هستیم. بله حاج آقا، استفاده میکردیم. بله، بنابراین بحث ما این بود که اشهد ان علی و ولی الله جزءه، و دلیل سوم ما که فشار تعصب اون زمان و شدت تقیه‌ای که بود، شما ببینید، من مثال میارم براتون، ببینید توی اجزاء نماز انشاءالله میخونیم که حی علی خیر العمل هست. این حی علی خیر العمل مخالفین نمیگن. چرا نمیگن؟ برای اینکه عمر نهی کرد. چون این یه خورده اشاره داره که حی علی خیر العمل در تفسیر اون آمده که حی علی خیر العمل یعنی بشتابید به سوی بهترین عملها. تو تفسیرش آمده که بهترین عملها معرفت اهل بیته، معرفت آقا امیرالمومنین و ولایتشون است. چون این اشاره به اون داره، اینو حذفش کردن از اون وقت. علی ابن اشهد ان علی ولی الله را اینا تحمل میکردن، لذا علی ولی الله جزء اساسی اذانه. اما پیغمبر از حکمتی که داشتن که نکنه اسلام را مثل مسیحیت و یهودیت که دشمنا بعد پیغمبرشون از بین بردن، نکنه اسلام را از بعد پیغمبر از بین برن، لذا اینا صریحا نفرمودن. اما ادله کافی است برای اینکه اشهد ان علی ولی الله این اساس اذان و اقامه است. این یه مطلب. مطلب دیگر که خوبه اینجا اشاره بکنیم که میبینید اذان ما دو قسمت داریم، یعنی از لحاظ روایات اینا. یک قسمتش اذان اعلام بهش میگن. اذان اعلام یعنی همین اذانیه که تو بلندگوها میگن، رو مأذنه ها میگن، برای اینکه ابلاغ بشه، اعلام بشه، به مردم برسه که الان وقت نماز شده. این اذان اعلام بهش میگن. یه اذان دومی هم داریم، اذان اعوام بهش میگن. اذانیه که اذان تعظیمه، و اون چیه؟ اون اذانیه که تو مسجد گفته میشه برای نماز خوندن، یا مثلا انسان خودش تو خونه هست میخواد نماز بخونه، اذان بده که نماز بخونه. برای هر این یکی از این دو، چه اذان اعلام چه اذان اعوام، روایاتی در این زمینه هست. ما کیفیتش یکیه، ولی کیفیتش یکیه، اسمش فرق میکنه، چون جایگاهش فرق میکنه. احسنتون. چون یکیش به نام اعلامه که به دیگران برسونن، و یکیش که برای نماز اعوام بهش میگن. اما نسبت به اذان اعلام، روایاتی که الان میخونیم، این روایت از آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله، البته امام صادق علیه السلام نقل میکنن از رسول خدا، که رسول خدا فرمودن من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنه وجبت له الجنه. اگر کسی اذان اعلام را که به دیگران میرسونه که وقت نماز داخل شده در یک شهری از شهرهای مسلمان ها، در یک محلهی، در هر یک سال از اون بگه، بهش برای او واجب میشه. اینقدر یعنی مقام داره اذان، اینقدر شعار مهمیه. این یک روایت. روایت دیگر هست در این زمینه، از آقا امام صادق علیه السلام هست که دخل رجل من اهل الشام على ابی عبدالله علیه السلام. یکی از اهل شام خدمت آقا امام صادق علیه السلام رسید، فقال له ان اول من سبق الى الجنه بلال. پیغمبر خود امام صادق علیه السلام به اون مرد شامی فرمودن که اولین شخصی که به بهش میره بلال هست. اول ان اول من سبق الى الجنه، در بین اصحاب اولین کسی که به بهش میره بلاله. اون آقا عرض کردن یا ابن رسول الله ولمه، به چه جهت؟ قال لانه اول من اذن، چون اولین شخصی که اذان گفت، اذان اعلام هم میگفت، یعنی میرفت روی بلندی دیوار مسجد و مستحبه که این انگشت سبابه شونه بذارن تو گوششون که صداشون
بیشتر بلندتر بشه، رساتر بشه. رساتر بشه. و اولین شخصی که از آن گفتن بلال بوده. این یک روایت. روایت دیگر هست که بخونیم. می فرمایند که ان الملائكه اذا سمعت الاذان من اهل الارض، ملائکه ها وقتی به گوششون اذان اهل زمین میرسه، اذان معمولا اذان اعلامه که بلنده و میرسه به گوششون، قالت هذه اصوات امه محمد صلی الله علیه و آله. ملائکه به یک دیگر میگن این صداها رو میشنوید؟ اینا صداهای امت پیغمبره که به توحید خدای متعال، یک تاپرستی خدا بلنده. فیستغفرون الله لامت محمد صلی الله علیه و آله حتی یفرغوا من تلک الصلاه. وقت ملائکه ها برای اونهایی که مشغول نماز میشن طلب مغفرت و آمرزش میکنن تا وقتی که از نمازشون فارغ بشن. اینقدر این اذان. یه روایت دیگه هم در این زمینه بخونیم که میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این روایت از آقا امام صادق هستن، از پدرانشون، از پیغمبر خدا، که پیغمبر خدا فرمودن من اذن محتسبا یرید بذلک وجه الله اعطاه الله ثواب 40 الف شهید. کسی که اذان بگه برای خدا، نه برای پول، نه برای اینکه بگن این صداش قشنگه مثلا، نه برای خدا اذان بگه، فی سبیل الله اذان بگه، خدا به او ثواب 40,000 شهید میده، یک، و 40,000 صدیق، و ثواب 40,000 صدیق، که صدیق یعنی معصوم، معصومه خدا میده چقدر ثواب دارن. و يدخل في شفاء ويدخل في شفاعته 40,000 مسيء من امتي الى الجنه. پیغمبر میفرماید و 40,000 آدم گناهکار به شفاعت این از اون گوه میرن بهشت. از امت من، پیغمبر میفرماید از امت من میرن بهشت. چه مقامی، خیلی عالی. بعد حضرت میفرمایند الا و ان المؤذن اذا قال اشهد ان لا اله الا الله، مؤذن وقتی میرسه به اشهد ان لا اله الا الله، صلى عليه 70,000 ملک، 70,000 ملک درود بر او میفرستن، و استغفروا له، و برای او طلب آمرزش میکنن، و کان یوم القیامه فی ظل العرش حتی یفرغ الله من حساب الخلائق. و در روز قیامت در سایه عرش، زیر سایه عرش اونجا قرار میگیره تا وقتی که خدای متعال از حساب مخلوقات حساب تمام بشه. و یکتب ثواب قولی اشهد ان محمد رسول الله 40,000 ملک، وقتی میرسه به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، 40,000 ملک ثواب این شهادت را براش مینویسن. فقط 40,000 ملک کاتبن، ثواب می‌نویسن. حالا چقدر می‌نویسن؟ خدا می‌نویسن، خدا می‌نویسن. اونم 40,000 ملک. ملک هم قدرتش از بشر بیشتره. این گوینده اذان اعلانه. این اذان اعلانه. روایت دیگه هم هست که می‌فرمایان امام باقر علیه السلام المؤذن له من كل من يصلي بصوته حسنه. مؤذنی که اعلامه و صداش میرسه به دیگران، هر نمازخونی که به واسطه صدای او متوجه وقت نماز میشه و میره دنبال نماز، یه حسنه به این بند خدا میده. یا روایت دیگر هست که صداش به هر به چقدر افراد میرسه، به عدد اونها ثواب خدا بهش میده. یعنی هر چه صداش بلندتر باشه ثوابش هم بیشتر. احسن. این در زمینه اذان اعلام هست. در زمینه اذان اعوام، اذانی که انسان خودش میخواد بگه و ویس نماز، یا اگر مسجد باشه جماعتی باشه که نماز گفته بشه و ویس نماز، این روایت از آقا امام رضا علی ابن موسی علیه السلام هستن که ایران در پناه ایشون هست و خدا این نعمت را بر همه
دوستان محبان مستدام بداره، انشاءالله زیارتش هم نصیب، زیارتش هم انشاءالله همه مؤمنین نصیب بشه، نصیب کنه. ایشون فرمودن من اذن و اقام صلا خلفه صفان من الملائکه، کسی که میخواد ویس نماز، حالا صلات جماعت باشه یا نماز فرادا باشه، اذان بگه، دو صف از ملائکه پشت سرش به او اقتدا میکنن، دو صف. اما ان اقام بغیر اذان، ولی اگر اذن و اقام، فرمایش امام رضا اینه که اگر کسی اذان و اقامه رو هر دو رو بگه با هم برای تعظیم، دو صفه از ملائکه پشت سر او اقتدا میکنه، یعنی این نمازش مورد قبوله که ملائکه بهش اقتدا میکنه. اما اذا اقام بغیر اذان، آقا میفرماید اگر کسی فقط اقامه رو گفت، اذان نگفت، این صلا عن یمینی واحد و عن شمالی واحد، اگه اذان تنها گفت فقط یه ملک از طرف راستش یه ملک از طرف چپ، چقدر ثواب از دست آدم میره. حالا جاقا اینجا یه سوال پیش میاد، شما قبلا یک روایت خونده بودید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز مغرب رو مثلا میخوندن با اذان اقامه بود، و نماز عشا رو که جمع میبستن با نماز مغرب، بله، دیگه برای نماز عشا اذان نمیگفتن. بله، برای اونم همین ثواب هست. بله، چون جمع کردن، اون اذان اولی برای این دومی هم حساب میشه. بله، این چون جمع شده دیگه نفرمودن. بعد حضرت میفرماین ثم قال اغتنم الصفین، حضرت فرمودن غنیمت بشمار دو صف نماز از ملائکه پشت سرت بمیزن، هیچ وقت بدون اذان بدون اذان و اقامه هر دو را وارد نماز نشو، حتی اگه اقامه تنها هم بگیر دو صف ازت میره. اینطور آقا توصیه میکنن اغتنم. خب احسن دوما جاقا، اگه اجازه بدین ما اینجا میخوایم یه فاصله بگیریم، برگردیم ادامه احادیث، اگر مطلبی هست باز استفاده خواهیم کرد. انشاء. از زان بیننده با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد یک میان برنامه. بزرگواران بیننده برنامه باغ بهشت، سوالات شرعی خودتون رو از طریق پست الکترونیکی برنامه باغ بهشت حتما با ما در میون بذارید تا ما از این طریق بتونیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. بله حاج آقا، در خدمتتون هستیم، استفاده میکردیم. روایت دیگری در این زمینه میخونیم که این روایت از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که حضرت فرمودن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، اگر کسی با اذان و اقامه نمازش را بخونه دو صف از ملائکه ها به او اقتدا میکنه. لا یرا طرفاهما، این صفا چه صفیه؟ سر و تهش پیدا نیست، سر و تهش آقا میفهمه پیدا نیست، یعنی ده تا بیست تا نیست، دو طرفش پیدا نیست. ولی من صلا به اقامه صلا خلفه هم ملک، ولی اگر کسی اذان نگه فقط اقامه بگه و ویسه نماز، فقط یه ملک پشت سرش نماز میکنه. این روایت اینجوری داره. حالا روایتی دیگه در این زمینه هست، میریم ما چون میخواییم مختصر صحبت کنیم، میریم به روایت که در زمینه افصاح در اذان. افصاح در اذان یعنی نماز فصیح، عربی فصیح خونده بشه. اذان، اقامه، اینها تأکید شده که فصیح هستن و شما فصیح بخوانید، و کنایه از این که فصیح بخوانید یعنی حرکت ندید آخراشو. متاسفانه
اینم چرا عادت شده؟ اینا ظاهرا این روایات رو ندیدن. من به همه عزیزانی که میبینن و صدای بنده به اونها میرسه، مخصوصا از اون گوا، این تأکید، این مؤکدن رعایت بشه که الله اکبر الله اکبر اینا جف نشه، حرکت داده نشه آخرش را. مثلا میگن الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، این روایت میگن نگید اینجوری، جدا 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 بگید. این پیام به همه، این پیام روایتی که از اهل بیت ما این زمینه. یکی دو تا روایت را بخونیم. این روایت از آقا امام صادق علیه السلام هست. آقا امام صادق فرمودن انه قال التکبیر جزم فی الاذان مع الافصاح بالهاء والالف. خیلی زیباست. تکبیر که میگن الله اکبر، جزم، جزم یعنی اون آخرش رو به حرکت ندید، جزم بخونید الله اکبر. چرا میگیم الله اکبر الله اکبر؟ غلط نیست اما درست نیست، خلاف روایت، خلاف روایته. و همچنین و مع الافصاح بالهاء والالف، با فصاحت ها الف. الحمدلله از اون گوهای خیلی خوبی داریم، این افصاحشون خیلی زیباست، خیلی خوبه، الفشون هاشون خیلی فصیح میگن. اما این نکته رو باید رعایت کنن، انشالله رعایت کنن، که آقا امام صادق میفرماین التکبیر جزم فی الاذان مع الافصاح بالهاء والالف. این یک روایت. روایت دیگر میفرمایند که باز این روایت از آقا امام صادق علیه السلام که انه قال والاذان والاقامه مجزومان. اینجا هم اقامه و هم اذان را آقا امام صادق میفرمایند هم اذان و هم اقامه کلن مجزوم هستن، یعنی کلن با سکون با جزم باید خونده بشه، جدا جدا باید جدا جدا خونده بشه. هیچ وقت الله اکبر الله اکبر نگیم، لا اله الا الله لا اله، اینا با هم جفت نشه و حرکت داده نشه. این بینشون هم... یه فاصله کوچیک بعد احسن جمله بعد. این یک سفارشیه که سفارش روایت هست درباره اینکه از آن فصیحه و از فصاحت اینه که الفاظ را درست ادا کنیم و هر فصلی بیستیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تا آخر، یعنی بدون اینکه وصل بشه یا حرکت بدیم آخرش را. این یک مطلب. مطلب دیگر هست که اینجا ذکر بکنیم، اذان در منزل هست، اذان گفتن در منزل، که اذان گفتن در منزل توصیه شده و روایت جالبی هم داره که انشالله یکی دوتشو بخونیم. یه روایت هست که می فرماین عن هشام بن ابراهیم، یکی از اصحاب آقا امام رضا علیه السلام به نام هشام بن ابراهیم، ایشون آمدن خدمت آقا امام رضا و شکایت کردن مریضی خود را، بیماری خود را، و انه لا یولد له ولد. دو تا مشکل داشتن. یه مشکلشون این بودن، گفتن که ابن رسول الله بیماری دارم، همیشه بیمارم. دو اینکه خدا به من فرزندی نداده، اولاد ندارم. فامره امام رضا علیه السلام به او امر کرد، این دستور دادن، فامره ان یرفع صوته بالاذان فی منزله، وقت اذان که میشه با صدای بلند اذان بگه. هر دو مشکل رو حل میکنه. فقال، برای هر دو مشکل، قال ففعلت فاذهب الله عني سقمي وكثر ولدي. من همین کار رو مداومت کردم، هم بیماریم بهبود شد، شفا گرفتم، و هم خدا اولاد زیاد به من داد، نه فقط یک اولاد. در داخل منزل این کارو بکن، در داخل منزل. و قبلا پدرامون اینا برای ما میگفتن کل خونه ها وقتی از اون میشد از اون میگفتن، تا
تو کل خونه ها صدای از اون بلند میشد. الان متاسفانه نیست. متاسفانه. این یک روایت. روایت دیگری هست که این روایت میفرمایند سمعته یقول عن سلیمان الجعفری قال سمعته یقول اذن فی بیتک فانه یطرد الشیطان. در خانه خودت اذان بگو که اذان گفتن یکی از فوائدش شیطان را از منزل دور میکنه. چه از این بهتر؟ چون شیطان تو منزل بیاد مورد به حساب آزار روحی و وسوسه ها و اینا هست. این یک در این قسمت که در منزل انشالله کوتاهی نشه، از این به بعد انسان بتونه اذان و اقامه اذان را بلند در خانه اش بگه. این یک مطلب. یه مطلب دیگر هست که اذان گفته میشه یه خورده با کشش، با ترتیل، یعنی ترتیلی که میگن بر در قرآن ترتیل، یعنی یه خورده با آرامش خونده بشه اذان برعکس اقامه. اینجا یکی دو تا روایت هست که میخونیم. یکیشو از این روایت از آقا امام صادق علیه السلام فرمودن الاذان و ترتیل و الاقامت و حدر، یعنی اذان را یه خورده طول بدید بیشتر، جمله هاشو فاصله هاشو، ولی اقامه را نه اونطور نباشه، حدر باشه، یعنی خود سریعتر از اذان گفته بشه. یعنی یه فرقی بین اذان و اقامه به این صورت که اقامه را که اذان را الحمدلله اذان را اینجوری میگن الحمدلله، بله رعایت مؤذنای ما این مسئله را خوب رعایت میکنن که اذان را طول میدن، اما اقامه را نه، میفرمان طول ندید، حدر بخونید، یعنی پشت سر هم، البته مجزوم هم باشه، حرکت ندید آخراشو. این هم یک روایت که در این زمینه خوندیم. روایت دیگری را در این زمینه بخونیم که بازم ثواب زیادی داره و اون حکایت اذان هست. یعنی اگر صدای مؤذن را بشنویم، همون چیزی که اذان مؤذن میگه همونا را ما تکرار کنیم. این بهش میگن چی؟ حکایت اذان. در زمینه حکایت اذان یکی دو تا روایت را انشاءالله میخونیم. روایت اولش اینه که عن ابی جعفر علیه السلام، آها امام باقر، ایشون میفرماین کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا سمع المؤذن یؤذن قال مثل ما یقولو فی کل شیء. هنگامی که بلال از اون میگفتن یا هر کسی دیگر صدای اذان که بلند میشد، پیغمبر خدا برای که به ما میاد بدن خودشون این کار میکردن که قال مثل ما یقوله فی کل شیء، هر چی که مؤذن میگفتن پیغمبر همون را هم تکرار میکردن. مثلا میگفتن اشهد ان لا اله الا الله، پیغمبر اشهد ان لا اله الا الله، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، هر چی که مؤذن میگفتن همون را پیغمبر خدا تکرار میکردن، که معلوم میشه این حکایت اذان. روایت دومیش هم بخوانیم که میفرماین من سمع الاذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه، کسی که اذان رو بشنود، مؤذنی داره اذان میگه، حالا اذان اعلام باشه یا اذان نماز باشه، و اون چه که او میگه او هم بگه، یعنی حکایت بکنه اذان را، این یکی از فوائدش میفرماین که زیده فی رزقه، رزق روزی زیاد، رزق روزی او زیاد میشه، اینقدر ثواب داره. یه روایت دیگه هم ما بخونیم و این بحثو انشالله پایان برسونیم. و اون روایت اینه که قال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن من لم یأکل اللحم 40 یوما ساء خلقه و من ساء خلقه فأذنوا فی اذنه. اینجا مطالب فراوانی هست در این تعبیر. این چقدر اهل بیت سلام الله علیه فرمایششون زیباست و چقدر نکات علمی داره.
مثلا آقا میفرمایند کسی که 40 روز گوشت نخوره که گوشت نخوردن صحیح نیست و اگر فقرا گوشت بگیرشون نیاد اینا گناهش گردن اونایی که دارن و بهشون نمیرسونن. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اینجور نقل شده که روایت که فقط روز عید و قربان گوشت میخوردن، روزایی که خلافت ظاهری دستشون بود، و میفرمودن که من امروز یقین دارم که همه رعیت من، همه افراد کشور من، کشور پهناوری که 50 کشور امروز بود، امروز یقین دارم که همه گوش بهشون میرسه، چون اون وقت مستحب بود و اون مستحب را انجام میدادن، گوش بهشون رسیده و خوردن، لذا حضرت هم میخوردن. پس گوش نخوردن صحیح نیست. اینایی که بعضی ها میگن ما فقط نباتی هستیم، این خلاف روایت. متاسفانه نمیدونم این رسم از کجا اومده که بعضی ها فقط خلاف روایاته. یعنی کسی که متشرع باشه باید مواظب باشه گوش بخوره. رضا آقا امیر آقا امام صادق فرمان اگه کسی 40 روز گوش نخورد یعنی کل اسکلتشو بنیادش به هم میخوره که اخلاقش بد میشه، یعنی اعصابش ضعیف میشه. چی میشه؟ رضا تو رو هدم اگه گوش گیرتون نیمد تخم مرغ بخورید که تخم مرغ جای گوشتو میگیره، البته زیاد آدم نباید بخوره، اما به جایی که گوش مثلا گیرش نمیاد به اندازه کم یعنی گوش تخم مرغ. اینجا آقا امام صادق میفرماین کسی 40 روز گوش نخوره این بد اخلاق میشه. حالا برای اینکه معالجه کنن بد اخلاقیشو، فرض کنید گوشت هم پیدا نمیشه یا ندارن که تهیه کنن، اذان در گوشش بگید. این نشانه همون آرامشیه که اذان به انسان میده. اذان یعنی اون آرامش، اون نیروی معنوی را که وارد بدن انسان میکنه در از گوشش آرامش بهش میده، اون نشاط معنوی بهش، نشاط معنوی اون اعصاب به هم خوردهش را جبران میکنه و تعدیل میکنه. احسنت ما جو استفاده کردیم. برنامه ما در اینجا روی پایان، انشالله در برنامه بعدی این احادیث رو بیشتر از شما خواهیم شنید و بیشتر استفاده خواهیم کرد. واقعا احادیث نورانی اهل بیت نیاز یک جامعه و هر فرد مسلمان حتی غیر مسلمانه. استفاده کردیم. طیب الله انفاسکم. شنیدیم بیانات جناب استاد آیت الله فدایی، نماینده حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی. همچنان منتظر سوالات شرعی و نظرات شما عزیزان از طریق پست الکترونیکی مربوط به برنامه باغ بهشت هستیم. بیایید با هم دعا کنیم که مولامون آقا امام زمان در فرجشون تأجیل بشه تا به دست حضرت تمام مؤذنین نوای زیبای اشهد ان علی ولی الله رو جز به اذان بیارن. وعده ما قنوت هر نماز، اللهم عجل لولیک.